الغفار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار وعلى آله وصحبه الأخيار، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم لأنس بن مالك: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله جل جلاله را شاکر و سپاس گذاریم که باری دیگر به ما اظهار محبت نموده و ما را بر این سفره رنگین معنوی جمع نمود. بدون شک پروردگار همه شما را دوست داشته، محبت ورزیده و توفیقی عنایت فرموده که در این جمع نورانی جمع بشید. اذا احب الله عبدا وفقه للخير، این توفیق از جانب پروردگار بیانگر محبت رب جهانیان با شماست. خوشا به حالتون که خالق عرش و فرش، مالک بحر و بر، رب العالمین، رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، ذو الجلال والاکرام، اون ذات کبیر متعال با شما محبت نموده و این که به شما توفیق داده که اینجا جمع بشید بیانگر آن محبتی است که رب ذو الجلال با شما داره. پس شاکریم ربمون را که به ما چنین توفیق عنایت فرمود و با ما اظهار محبت نمود. جای افتخار برای هر فرد از این سرورانی که چهره هاشون با نور خدایی نور میده، که پروردگار با ما محبت نموده. دوستانی که از دیار دور قدم برداشتن، هر قدمشون با توفیق رب ذوالجلال بوده و در هر قدم محبت پروردگار، محبت رب جهانیان، محبت رب العالمین اونها را یاری و مدد کرده. پس خوشا به حال کسانی که از هرچی دورتر اومدن بیشتر اجر و ثواب بهشون رسیده. اجرو که به قدر نسبک. و اما این جمع و این نعمتی که امروز ما داریم از اون بهره میبریم، نعمتی است از نعمتهای بیکران نعمت بزرگ دین و اسلام. بله، نعمت دین که ما رو اینجا جمع نموده، نعمت دین است که امروز حوزه مکی میدرخشه، نعمت دین است که امروز این جایگاه مقدس شده، این نقطه زمین افتخار میکنه با سجده های شما. نعمت دین است که به ما این نعمت و ارزانی فرموده. کدام دین؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دینی که بزرگترین نعمت رب ذوالجلاله، پروردگار منعمه، به ما نعمت عطا کرده. بسیاری از نعمتها چنانند که ما شاید به اونها پی هم نمیبریم، از اون نعمتها استفاده میکنیم
اما بدون از این که احساسی داشته باشیم که ما داریم از نعمت بهره میبریم. به عنوان مثال دست کسی رو گرفته بودن، مانند نابینا آوردن داخل مغازه، بر صندلی نشست، بعد از اون کمی چشماشو تکون داد، به کسانی که در مغازه نشسته بودن شروع کرد احوال پرسیشون رو با گرفتن اسمشون. احمد حالت چطوره؟ عبدالله حالت چطوره؟ بابات خوبه؟ بچه ها خوبن؟ کسانی که در مغازه بودن با تعجب پرسیدن عمو جان این چه ماجراییه؟ اگر واقعا نابینایی، همان گونه که دست تو گرفته بودن راهنمایی کردند و اینجا تشریف آوردی، پس چگونه ما رو شناختی؟ ما به تو دست ندادیم که با حس لامسه ات ما رو بشناسی. ما با صحبت نکردیم که از صدای ما تشخیص بدی که ما کی هستیم. و اگر واقعا بینا هستی، همان گونه که ما رو شناختی و داری با ما صحبت میکنی، پس چرا دست تو دادی بودی که مثل نابیناها تو رو راهنمایی کردند و اینجا آوردند؟ آه سردی کشید و در جواب گفت: بله پروردگار، از من نعمتی رو گرفته که شما خبر هم ندارید که نعمته. بینایی چشم من 100% سالمه، یک ذره در نوری چشم من کمی نیست، اما نعمت باز شدن و بسته شدن چشم را رب ذوالجلال از من گرفته. به این خاطر نمیتونستم ببینم. اینجا که نشستم با دسته هام چشمامو باز کردم و شما رو شناختم. نماز بعد از نماز مغرب در این محفل پر نور نشسته ایم، چه کسی میتونه بگه فقط بشماره که من چند بار از این نعمت رب ذوالجلال، باز شدن و بسته شدن چشم، از این نعمت استفاده کردم؟ بله بسیاری از نعمت ها. دوستی از دوستان مریض میشه، برای معالجش میری لندن، زمان بازگشت تلفن میکنه برای خویشاوندان و دوستانش که من در فلان ساعت به فرودگاه کراچی میرسم، دوستانش هم میان برای استقبال. زمانی که دوستشون میاد خوشحالن، اما با اینکه استقبال میکنن متوجه میشن که دوستمون نمیتونه صحبت کنه، فقط اشاره میکنه مثل کرولال. چند لحظه میگذره، خودش اشاره میکنه آب بیارید برام. آب میارن، قرصی رو از جیبش بیرون میاره، یه قرص میخوره، بعد چند لحظه میگه: خیلی تشکر میکنم از تشریف آوریتون، لطف کردید که تشریف آوردی برای استقبال من. اما همه دارن با تعجب نگاه میکنن. خودش میگه حتما تعجب میکنید که من چند لحظه قبل نمیتونستم صحبت کنم. گفتم بله، از اینجا که رفتی سالم بودی، حرف میزدی و زمانی که تلفن کردی صدای تو شنیدیم، اما به محض دیدن تعجب کردیم که نمیتونی صحبت کنی و الان هم داری صحبت میکنی بعد از اینکه قرص رو خوردی. گفت بله، پروردگار یک نعمتی رو از من گرفته، بدن من آبدهان نمیسازه و بدون از آبدهان انسان نمیتونه صحبت کنه و چیزی رو ببلعه و بخوره. به من این قرصه ها رو دادن، هر قرصی رو که میخورم تا 15 دقیقه آبدهانم میاد، میتونم صحبت کنم، چیزی بخورم. و بعدن خودش پرسید: میدونی قیمت این قرصه ها چقدره؟ گفتن نه. گفت قیمت هر قرص 50 دلاره. 15 دقیقه آبدهان 50 دلار، نیم ساعت 100 دلار، یک ساعتش میشه 200 دلار، یک شبانه روز 24 ساعت آبدهان 4800 دلار که ما بهش میگیم آبدهان، بهش میگیم توف، او رو دور میاندازیم. و این تعدو نعمت الله لا تحسوها، اگر همه تون جمع بشید و فقط بشینید و بشمارید نعمتهای رب ذوالجلال را، نمیتونید بشمارید. شمردن قطرات باران آسانه، اما شمردن نعمتهای رب ذوالجلال آسان نیست. بله نعمتهای ربمون زیادن، اما بزرگترین نعمت، نعمت دین و اسلام که بر ما منت نهاده رب ذوالجلال، بر بقیه نعمتهاش منت ننهاده. یاد آور شده در قرآن مجید:
خورشید نعمته، هو الذي جعل الشمس ضياء، وزیدن هوا نعمته، هو الذي يرسل الرياح، حرکت ابرها نعمت، فتسير سحابا، باریدن باران نعمت، انا صببنا الماء صبا، سرسبز شدن زمین نعمت، ثم شققنا الارض شقا، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. چشم نعمته، الم نجعل له عينين، زبان گویا نعمته، و لسانا و شفتين. این نعمت ها رو رب ذوالجلال یادآور شده. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا. پدر و مادر، این نسبت ها نعمتن. و القيت محبتك، در زمانی که ضعیف و ناتوان انسان، الله الذي خلقكم من ضعف ناتوان ثم جعل من بعد ضعف قوه. اما در زمان ضعف انسان نیاز داره رب ذوالجلال برای برآورده کردن نیازهاش محبت این طفل را در قلب پدر و مادر القا میکنه. لا یاکلان حتی تشبع، خودشون نمیخورن تا زمانی که فرزندشون سیر نشه. ولا ینامان حتی تنام، خودشون آرام نمیخوابن تا زمانی که فرزندشون نخوابه. اینها نعمتن از جانب رب ذوالجلال، نعمتهاشو یاد آور میشه در قرآن. اما منت ننهاده بر هیچ نعمتی، فقط یک نعمت. یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان.